پیشین توسط ولادیمیر پوتین و همچنان جزئیات مکمل از حمله داعش و ایران. سلام بیننده های عزیز، به ویدیو بسیار مهم امروز ما خوش آمدید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. در ادامه مشروع خبرها. بازگشت بیش از 11000 مهاجر افغان از ایران. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرده است که طی یک هفته اخیر بیش از 11000 مهاجران از ایران به افغانستان برگشت است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز از برگشت بیش از 11000 مهاجر افغان از ایران خبر داد. این وزارت گفته است که تنها روز گذشته 1588 نفر از مرز اسلام قلعه به ولایت هرات وارد خاک افغانستان شدند که بیشتر آنان توسط دولت ایران جبران بازگردانده شدند. با گفته این وزارت، به تاریخ 3 و 4 اقرب 5360 نفر از مرزهای نیمروز و هرات دوباره به کشور خود برگشتند که بیشترشان توسط پلیس آن کشور بازداشت و اخراج شده بودند. بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، از تاریخ 28 میزان تا اول عقرب بیش از 3100 مهاجر از ایران وارد افغانستان شدند که بیشترشان توسط نیروهای امنیتی ایران و گونه جبری بازگردانده شدند. طالبان گفتند که در میان این مهاجران که جبران توسط دولت ایران بازگردانده شدند، زنان و کودکان نیز شامل هستند. طالبان همچنین افزودند که مهاجرانی که از مرزهای افغانستان وارد شدند و میشوند، توسط نهادهای بین‌المللی و ویژه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌الملل مهاجرت کمک‌های نقدی دریافت می‌کنند. این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان، تعداد زیادی از شهروندان کشور را ترک کرده و به کشورهای همسایه به خصوص ایران فرار کردند. خبر دیگر، کوچی‌ها در دایکندی حدود 1 میلیون افغانی خونبها گرفتند. منابع محلی در دایکندی امروز گزارش دادند که کوچی‌ها با حمایت طالبان از باشندگان این ولایت پس از 40 سال 900000 افغانی خونبها گرفتند. همان که میگویند افغان پس از 40 سال قصد خود را میگیرد، همین قضیه دقیقا صورت گرفته است. منابع میگویند که مسئولان محلی طالبان در پی ادعاهای کوچی‌ها مبنی بر کشته شدن و زخمی شدن دو مرد کوچی 40 سال پیش در پایین دره خودی ولسوالی خدیر این ولایت 900000 افغانی خونبها جمع‌آوری کردند. منابع همچنین میگویند که ولسوالی و قاضی دادگاه طالبان در خدیر دایکندی طی حکم باشندگان پایین دره خود را و جبر وادار کردند تا 900000 افغانی بپردازند. منابع میافزایند که این دو مسئول طالبان از این مبلغ 800000 افغانی را به کوچیها و 100000 افغانی را بر خودشان گرفتند. این در حالی است که قبل از این نیز طالبان از ساکنان برخی از ولسوالی های دایکندی، ناهور و برخی مناطق دیگر هزارآجات برای کوچیها خونبها جمع‌آوری کردند. طالبان همچنین شماری از ساکنان ازبک و تاجک تبار برخی روستاهای ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار را مجبور کردند خانه های خود را به مهاجرین پشتون تبار بازگشته از پاکستان بدهند. خبر دیگر، گوترش تازه گفته است که حمله داعش در ایران را محکوم کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، حمله منصوب به داعش را بر زیارتگاه شاه چراغ در شهر شیراز ایران محکوم کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد امروز حمله به زیارتگاه شاه چراغ در ایران را محکوم کرد و گفت که این گونه اقدامات که مکانهای مذهبی را هدف قرار می‌دهند فجیع است. این حمله بعد از ظهر امروز در شهر شیراز ایران اتفاق افتاده است. همه قربانیان این رویداد افراد غیر نظامی هستند. حمله هنگام برپایی نماز مغرب رخ داد و در آن مهاجم دست کم 60 گلوله به سمت نمازگزاران شلیک کرد. بر بنیاد برخی گزارش ها 3 فرد مسلح وارد صحنه زیارتگاه شاچرا در شهر شیراز ایران شدند و به سمت زائران شلیک کردند. با این حال منابع امنیتی ایران گفتند که مهاجم 1 نفر بوده و دستگیر شده است. رسانه های ایران شمار جانباختگان این تیراندازی را دست کم 15 نفر و تعداد زخمی ها را 19 نفر اعلام کردند. منابع امنیتی ایران تا کنون درباره هویت مهاجم رسما جزئیات ندادند، اما رسانه های ایرانی از قبل مقامات امنیتی از احتمال بحرینی بودن او خبر داده و گفتند که زارب از طریق یکی از کشورهای همسایه ایران وارد آن کشور شده است و به شود او دستگیر شده و به علت اصابت گلوله در شفاخانه بستری و جراحی شده است. داعش با نشر اعلامیه مسئولیت حمله شیراز را پذیرفته است. در حالی هست که واکنش حاجی محمد محقق در این مورد، حمله تروریستی دلخراش به حرم مطهر شاهچراغ در شیراز، کشور برادر و همسایه ایران را که طی آن ده‌ها نفر از جمله چند زن و کودک شهید و مجروح شدند، به شدت محکوم نموده و با دولت و ملت و برادر ایران اظهار همدردی می‌نماید و از خداوند متعال برای شهدا حادثه رضوان اللهی، برای زخمیان شفا و برای بستگان صبر و اجر استدعا دارم. این حادثه برای من
تداعی کننده خاطرات کودکان و زنان نونهالان کشور افغانستان است که در مساجد حسینیه ها و سایر اماکن مقدسه و مکاتب ها و ورزشگاه ها و آموزشگاه و حتی کلینیک های طفل و مادر به خون سرخشان غلطیدن. و نیز باور من این است که این حادثه و حوادث مشابه آن از صادرات مستقیم و غیر مستقیم برخی رژیم های تروریستی است که متاسفانه جهانان و منطقه هنوز هم به عمق خطرات آن پی نبردند. و امیدوارم که روز چهره واقعی و کریه تروریست های افراطی بر همه آشکار گردد. برای دیگر و وحشتناک، یک مرد در پروان با گذاشتن ماین روی شکم و همسرش او را کشت. اما چرا؟ منابع محلی در پروان میگن که یک مرد در این ولایت با گذاشتن ماین روی شکم همسرش او را انفجار داد و وی را به قتل رسانده است. این رویداد امروز در قرقل از مربوطات ولسوالی سیاگرد پروان به وقوع پیوسته است. با گفته منابع، شوهر این زن خواجه محمد نام دارد و کارمند ماین روبی در ولایت قندهار میباشد. منابع می افزاید که خواجه محمد نخست خانمش را با ضرب چاقو زخمی کرده، سپس ماین را روی شکم به وی گذاشته و انفجارش داده است. منابع اضافه می کنند که این خانم حدود 35 سال سن داشته است. منابع همچنان می افزاید که شوهر این خانم نیز از سوی طالبان در دره قربان بازداشت شدند. مسئولان محلی طالبان در پروان ضمن تایید این حادثه انگیزه آن را خشونت های خانوادگی عنوان می کنند. گفتنی است که از چند ماه به این سو رویدادهای جنایی و خشونت‌های خانوادگی در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است.